نحمده و نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين وبعد فأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية صدق الله العظيم وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن آيات را فرموش نكنت كي الله متعال مي فرمان أجر شكر نعمت هارا كارديت خمخا برايتا أن نعمت را زياد ميكنم. و اگر ناشکری کردید، کفران نعمت کردید، نعمت را پنهان کردید، پس گرفت من بسیار سخت است، یعنی امور هم میگیرد. پس ما در مقابل هر نعمتی الله متعال، همه نعمت ها شکر آن را بجا میکنیم و خدا توفیق عنایت فرماید. موضوع امروز برنامه را به ارتباط ترس از خداوند بزرگ انتخاب نموده ایم. برنامه فلاح است، از طریق تلویزیون جهانی آریانا مشاهده میکنید. و شماره تماس برنامه هست 0700 11 11 30 0200 یوولس یوولس جرس ده دی خبرونی دی اریکو شمیره ده. عزیزان محترم، اینکه الله متعال بندگان خود انسانها را خلق نموده، این انسانها را بخاطر یک علت و حکمت خلق نموده. اگر در این مورد صحبت کنیم ضرورت با وقتی طولانی داریم، خواهم کتا می آیم که الله متعال می فرمند که جن و انسان نیافریدیم مگر برای عبادت. یعنی انسان باید که همیشه عبادت خداوند متعال را کرده و هرگز از ذکر خداوند و از عبادت خداوند غافل نباشد و همیشه از خداوند، از الله متعال بترسد. الله متعال در سوره تحریم آیت ششم می فرمند یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، قو بترسانید انفسکم و اهلیکم نارا، اول خود را باز خانواده خود را از آتش دوزخ. هم خود را بترسانید، یعنی چی بگونه بترسانید؟ خود را بترسانید تا خود را نجات بدهید، ما اندازید خود را در آتش دوزخ. کدام آتش دوزخ؟ الله متعال چه می فرمایند؟ و قودها الناس والحجاره، و آتش که قوغ آن آتش انسان ها و سنگ ها می باشد. در بخاری که می سوزانین یا چوب می سوزانین یا زغال سنگ و یا چیز دیگری. در آتش دوزخ، قوغ آتش دوزخ، همو چوب سوخت است، انسان ها و سنگ ها می باشد. خداوند نجات بدهد. علیها ملائکتون غلاظ شداد، بر بالای امی دوزخ ملائکه بسیار سخت دل و تند خوی استاد می باشد. لا يعصون الله ما امرهم، چیزی که خدا برایشان امر کرده اینا سرکشی نمیکنن، اطاعت میکنن و هیچ دلسوزی هم ندارند. و يفعلون ما يؤمرون، چیزی که برایشان امر میشد همان را انجام میدهند. پس چی کنید؟ از خدا بترسید، هم خود را و هم اهل و خانواده خود را از خدا بترسانید. چه معنا؟ اینکه الله متعال هم جنت را خلق نموده هم دوزخ را. اگر کسی اطاعت کرد به جنت خداوند می رود، اگر کسی سرکشی کرد به دوزخ می رود و رفتن دوزخ خامخا و لازمی است. و ام منکم الا واردها، قرآن کریم می فرماید که هیچی که شما نیست مگر خامخا به دوزخ یک بار وارد می شود. و که به چه گونه؟ موضوع تفصیل داره. خواهم از دوزخ و از آتش دوزخ خود را نجات بدهید و خود را بترسانید. درجه شعله و سوزش آتش دوزخ نسبت به سوزش آتش دنیا 70 مرتبه شعله ورتر و تیزتر است. اگر دوزخی را از آتش دوزخ بکشند و در آتش دنیا بیندازند، استراحت میکند و خوابش میبرد، به اون اندازه راحت میشود. متوجه باشید، پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم هم میفرم که اوصوا انفسکم و اهلیکم بتقوى الله، خود و اهلتان را توصیه کنید به ترس از خداوند و ادبوهم، و اولادتان ادب بیاموزانید. ادب چی؟ ادب دینی، و اونا را تعلیم و تربیه دینی نمایید.
اگر کسی چنان نکرد پس چه معنا؟ اما جنتی که در قرآن کریم میخوانیم که اعدت للمتقین، مهیا شده برای آنانی که از خدا میترسند، تقوا میکنند، پرهیز میکنند، بس به او جنت نمیرود. دعا میکنیم که خداوند متعال ما شما را از جمله متقیان بگرداند و توفیق تقوا و ترس بر همه ما شما عنایت فرماید. تماسای شما را میگیریم. خوش آمدین به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله. برنامه فلاح. برنامه فلاح است، مهربانی. علیه محترم، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. از ولایت بلوچستان در ارتباط شدیم. خوش آمدین. جورستی از من باشه برادر محترم، خوش باشین. دیگه یک سوال داشتم، نمیدونم من براتون پیشکش میکنم، میلمیر جوابش مفصل بر ما بتین خوب میشه. مهربانی بگو. برادر یک بچه داشتیم، ممی یک زن خط داد در حقوق بیخی چیز کرد، دیگه ای رفت و اما پیسه این چیزشان میجرد حقوق تحویل کردن 5000 چند رفع. دیگه بعد از یک سال همی در دور دولت سابقه خواه این همی آمد در بلخشان از اوجا دیگه ایره شور مرشم چی میگن حقوق بشر میگن، پس برازی داد خطم رسمی نوشته کدود، دم خط من امضام کده بودم، یک شاهد دیگه هم بود. دیگه این همی که از اوجا پس آمد در گردن پدر خدا دگردن ما یگان میچست که میکنم خدا پس که آمد ما در خانیم جای ندادم، یاد رفتن اولی جداگانه گرفت، باز گفت که میگه که مرا خسر ما آورده، حال بردش طرف ایران از جای ما بردن. دیگه نمی کدو گناه یادی دگردن ما میشه نمیشه، ارتباط بر خودشان میگیره چه رقم سه بیه نمی در یک معلومات برای ما بتی بسیار خوش میشیم. بچه تو و اونمو زن هر دو به ایران رفتن؟ بله. ایران رفتن یا ترکیه گفتی؟ نه ایران رفتن. منتظر باش براتون میگم. دوباره پس نکاح مکاح نشون خط بیخی سه طلاقه است. منتظر باشین براتون میگم. تماس بعدی رو میگیریم. خوش آمدین. بله مهربانی. بله. بله صدای ما دارین؟ زاد دارم. مهربانی خوش آمدین. خوش باشین. ببخشید مرکز مولایی سی وصل کنید. وصل هستین مهربانی. سلام علیکم مولایی سی. و علیکم سلام. مهربانی خوش آمدین. ببخشید مولایی سی، باز خاطر از امی بند پرسان میکردم که امی بند گرفتن وقتی که اولاد نداشته باشی جواز داره یا نه؟ خب میگم براتون. تماس بعدی رو میگیرم. خوش آمدین. بله سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستین؟ بخیر، سلامت باشین مهربانی. دیدا هستم از ولایت کندوز با تماس دیم. پنج سوال هست مولوی صاحب. مهربانی. سوال اولم، برادر بزرگم از سال میشه که نماز خوفتن نمیخوانم. الله اکبر. سوال دوم، همی برادرم زن دارم، یک بچه و دو دختر دارم، حالی میگه که دیگه زن میگرم، زن دختر عمیم هست اما حالی پشت دختر خالی میگرستم، دقیق ما اتفاقی انداخته خواه میزارمش، یک ما شده که خانه مادر سرفتم اشتکایش هم تو بیسر و بیوخ شده. و سوال سیوم میاسته که از نماز خفتم از بعد از بطراجیم نماز خفتم نفل خانه میشه یا نمیشم؟ خب سوال میاست که سه خواهر هستیم، همیشه قرآن کلمه ختم میکنیم، صدقه یا شیرینی جواز دار که بتیم؟ صدقه برتباط چی؟ با ختم قرآن کریم. خب سوال پنجم میاست که ما قرآن کریم آرام میخونم اما مادرم میگه که قرآن کریم با آواز بلند بخوان صاف داره، اما وقتی که بلند میخونم سرم درد میگیره، آیا میشه سرم بخونم یا نه؟ میگم براتون، منتظر باشین. خدا خیرت بده. بسیار سوال منظم کردی. تماس بعدی رو میگیریم. بله. بله سلام علیکم. و علیکم السلام.
به خیر و سلامت باشین. سلامت باشین. کمی بلند صحبت کنمش نوم. میگم امی یک طفلک ما مریض بود. خب. طفلک ما مریض بود. ما یک جوا به نام خدا خیرات گفته بودم. خب. جوا باز ما گرفتم. سودا کردم دو کم 70,000. امی جوا سودا کردم پول. امی جوا مردکه برای ما پول دادن نتانست. یه بازش مال گرفتم. مال ماندهیم. امی مال ما خیرات کنم. یا امی دو کم 70,000 پر خیرات کنم. خب سوال است، منتظر باشین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یک جواب سوال برنامه قبلی ما باقی مونده بود که برادر گفته بود که 5 سال قبل در مراسم حج در جریان احرام سرش بر موتر خورده بود و زخمی شده بود. بعد از او 5 سال سپری شده، خوی آدم آل پرسان کرد، در مو وقتم پرسان کرده بود که چی بالایش لازم شده یا نشده. خب ای که ای عمل فعل غیر اختیاری بود و ای فعلی بوده که خود آدم قصدان خود زخمی نساخته و ای کار غیر اختیاری بوده. بر بالای محرم در یک حالتی که بر او زخم وارد میشه و غیر اختیاری و کسی دیگری کار انجام داده باشه، هیچ چیز لازم نمیشه. احرام تو بر جا بود و نه بالای تو دم لازم شده و نه چیزی، تشویش هم نداشته باش. خداوند اجرش بر تو بده. از بدخشان برادر یک سوال کرد، گفت که بچه اش زن خود را طلاق داده بود، خط داده بود در حقوق، در اداره حقوق خط داده بود و پول امو حقوق یا مهر هم پرداخته بود و خلاص کرده بودن و 3 طلاق داده بود. ای که بعد از 1 سال پس آمد و اونمو بچه زن و همراه بچه امی آدم بدخشانی، گفت که هر دویشان ایران رفتن. گپ در اینجاست که در جریان 1 سال اینا چه کردن؟ آیا امی زن در جریان 1 سال دیگه شوهر کرده بود یا نکرده بود؟ آیا او را پس طلاق کرده بود یا نکرده بود؟ عدت از او سپری شده بود یا نشده بود؟ اگر امی کار را کرده بود، پس باز به ایز شوهر اولی خود روا هست. اینا اگر پس نکاح کرده باشن روا هست، خدا کنه ایران چه که هر جا باشن زندگی کنن. اگر امی شرایط اینا طی کرده باشن روا هست، و اگر نکرده باشن ناروا هستن. خواهر گفت که بن گرفتن برای کسی که به اولاد باشه. بن گرفتن یعنی تعویض گرفتن. خب یک چیز باید که بدانیم، همه چیز از طرف خداوند متعال است، اما بعضی از امورات خداوند متعال معلق تا یک چیز می باشد. یا تداوی بکار دارد، یا صدقه و خیرات شود، یا توبه شود و یا دعا. 4 چیز همیشه من میرم برتان تاکید میکنم، برای این چیز معلق می باشد بعضی ها. شما کسی که به اولاد است، امی 4 چیز بکنن، هم تداوی بکنه، هم صدقه بکنه، هم توبه بکنه، هم دعا بکنه. امی 4 کار باید بکنه. تنها با امید امی بند گرفتن و تعویز گرفتن هم مردم نباشن. بعضا یک تعویز میگیرن، در بازو بسته میکنن یا در گردن مندازن، دیگه بیغم قرار میشینن. میگه ما تعویز دارم، ما بند دارم. نه، هرگز از ذکر خدا هم غافل نباشین و از گناهان هم خود را نجات بتین و از خدا ترس داشته باشین و هر چیزی که طلب میکنین از خداوند طلب کنین. و منو بندی هم که بس برتان کسی داده، اما آدم باید کسی باشه که از خدا بترسه. اگر مو آدم از خدا نمی ترسید، بند گرفتن از او آدم ناروا هست. پیش کسی بروین که از خدا می ترسه، عالم دین است، آدم با تقوا هست، 5 وقت نمازش با جماعت است، 5 وقت نمازش با جماعت است، و او آدم همیشه ظاهر و باطنش که می بینین که یه آدم به شریعت آراسته هست. اونو تو آدم اگر دیدین و او باز برتان نوشته میکنه که یا آیت قرآن کریم، یا احادیث پیامبر اسلام، یا دعا، یا سوشت میته، یا دم میته، یا آب چوف میکنه و هر چیزی که میکنه، باز او به طریق خودش برتان میته، اونو درست است. پیش هر کس بند گرفتن نروید. خواهر کس کندوز گفت که برادر بزرگش 7 سال میشه که نماز خفتنه نمیخوانه. پس همین برادر بزرگت 7 سال میشه خانه ها را جور میکنه، چتش را جور نمیکنه. فایده نداره، هیچ فایده نداره. ببینین دست ما این 5 کلک داره، وقتی که می 5 آدم بگیر باز مشت جور میشه. اگر 4 شقات کردیم یک شمار مشت جور نشد. امین روز هم 5 وقت نماز داره. 5 وقت نماز تا که هر 5ش خوانده نشه این نماز روز مکمل نمیشه. وقتی که یک نماز در بین ناقص آمد،
دیگهش نمیشه، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه تا که شش نماز تیر نشه. یکی همیشه خفتن نمیخونه، آدم سست و تنبل در نماز است، پس اکثر می نمازش نشده و نشده و نشده، به خاطر که تا که صبح نخونی پیشین نمیشه، پیشین نخونی دیگر نمیشه، دیگر نخونی شام نمیشه، مگر بزیق وقت و نسیان. اما این آدم نزیق وقت داشت، نه نسیان داشت و تنبل بود، پس تنبل بود این نمازایش نشده. اینو توصیه کنین که هر نماز فرض است و هر نماز در وقت خودش فرض است، این را نخوانده، این را باید توصیه کنین. سوالای که دیگر همی خواهر داشت، وقفه داریم، بعد از وقفه بازم می آییم به برنامه، با ما تا آن زمان در انتظار باشید. عزیزان محترم، بازم خوش آمدین، برنامه فلاح است و چند تماس از شما را می گیریم. مهربانی، بله مهربانی، خوش آمدین. خیلی سم زاریالای هستم، از رسولی پاقمان شما رو زحمت در مولوی شد. مهربانی، مشنوم. ببخشین سوال مقص بود مولوی صاحب، که اگر نفر اگر در طول عمر مثال یعنی 20 ساله باشه، 7 سالش کن نماز سرش فرق نمی باشه، اگر بخوان و ثواب داره، همه یک روز مثال میخوانه، میخوانه یک روز نماز قضا میشه پیشین یا دیگر، که پیش خود سنجش بکنه، بگه بله خیر من از جمله 20 سال کشیدن 10 سال من نماز در مجموعه هیچ نخواهد، پیش خود یک سنجش بکنن. این نماز قضایی خود اول از صبح تا کلش تمام بساز یا روز مره، چه قسمت مشخص نیست که چه قصه همون چه قصه دیگر همون حالی کنید. منتظر باشین، برتون میگم. موفق. بخیر باشین، بخیر. بله مهربانی، خوش آمدین. بله سلام علیکم مولایی، چه خوب هستین؟ و علیکم سلام، خوش آمدین مهربانی. مولایی که گفتنی داشتم. بگو میشنم. گفتم در میه قرآن جریف رو بجیدی بخونم ثواب داره. خب. دیگه سوال داری؟ یک سوال با میز ده. یادار قرنم که هست. خب. بگو. قطع شد. تماس بعدی رو میگیریم. بله مهربانی. مهربانی. مالایی که خوب است. خوب است. بخیر و سلامت باشین. برنامه فلاح هست. برنامه فلاح هست و صدای تلویزیون تا پخش کو و بعد از او صحبت کو. مالایی که یک سوال داشتم. بگو سوال تا بگو. خوبونه تلویزیون هم میبینی باز خنده تا میگیره. بگو سوال تا. امیار که کوشش میکنم. امی ذهن می قرآن شریف و قرآن کریم را گرفته نمیتونم. ذهنت کند است؟ آره قرآن شریف را گرفته نمیتونم. چند ساله هستی؟ من 17 ساله هستم، نو جوان هستم. نو جوان نیستی 17 ساله، 4 سال میشه جوان شدی؟ 4 سال میشه جوان شدی، نو جوان نیستی، 4 سال میشه. خب چی کسب و کاری داری؟ هیچ بیکار است مال اسلامی، قرآن شریف میخونم، هیچ یاد گرفتن نمیتونم. خب برتون میگم، منتظر باش. بله مهربانی، خوش آمدین. بله مهربانی. السلام علیکم، پلیس چه جوری است؟ مخده. و علیکم السلام، په خیر اغله. من خوش آمدید، اسمت الله دو کنت مالکانی ولی. اسمت الله داد زیاد لک تغییر که سواز سام رسی. صحیح شما هیچ. مهربانی وای. ولې ته ما پوښتنه وا مون کندوز کې اوسېږو، دلته د کښتو کار ډېر زیات دی، دلته د بعضې خلک دي جلافان دي، د غنمو باندې پیسې ورکوي، مثلا اوس د غنمو قیمت دی 300 افغانۍ، پیسې ورکوي په 150 افغانۍ، نو چې کله ترې شلې وشولې غنم یې واخیستل، نو غنم به بیا سړي ته ورکوي په 150 روپۍ باندې، لږ تا سره ورته نږدي. دا د اسلام د نظره، شریعت د نظره څنګه دی دا کار؟ وس پیسې ورکوي د قرار له یو نیم سل نه، و وس پیسې ورکوي قرار له یو نیم سل نه، او غنم دی د تا په خوندس کې په 300 افغانۍ. او غنم په 300 دی، الته بیا غنم کله چې درمندون وخت سره غنم بیا پڅوي، هغه وخت کې بیا غنم 200 نه کمیږي، 200 نه بره، نو یا 200 سره یا 200 شل د قیمت کې چلیږي، نو هغه د وخت هغه د هر کال فرق کوي بیا نرخونه. منتظر سې درته وایم. مرحبا، سلامت باشید. سلامت باشید. بله مهربانی.
خوش آمدین مهربانی. سلام ملا صاحب، خوب هستی بخیر؟ و علیکم السلام، خوش باشی. ملا صاحب یک سوال داشتم. بگو میشنم. ملا صاحب این پدر ما ایچی هست، موتر داره، از موتر سودا میاره، موتر از دیگه مردم هست، آیا جواز داره که آدم بخوره؟ خب سودا میاره؟ آه. تو از پدر پرسان نکردی که به سودا از قرار چی میری؟ دیگه چی؟ دیگه نفر پیسه شما ایتا باز گفته حلال است، گفته پیسه هست، یک هزار تا پانزده صد برد مانده حلال است. خب منتظر باش، میگو مرتان بخیر باش. خب مهربانی خوش آمدین. بله بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. بله جای مناسب اختیار کو، صدایت قطع میشه. بله مناسب میشنوین؟ میشنوم مهربانی. آمله صدا نشد، بازم صدایت نامد. تماس بعدی رو میگیره. مهربانی خوش آمدین. بله 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 مهربانی. سلام علیکم. و علیکم السلام. خب مهربانی خوش آمدین. بله مهربانی مشنوم. صدای تلویزیون تا کم کو. خب با جوابا میپردازیم. خواهر از قندوز گفته بود که برادرش یک زن داره، صاحب چند فرزند هم هست، میخواهی که زن دیگه بگیره و این زنم دختر عمیش هست و میخواهی که دختر خاله را هم بگیره. گپ دیست که این برادر تو اگمو آدم باشه که نماز و خفتنه نمیخونه، خویی خود در ادای حقوق خداوند هم کمی و کاستی داره و تنبلی داره. پس مطمئنن این در ادای حقوق زنا هم نمیتوانه که این آدم کامل بوده باشه، بخاطر که کمی و کاستی داره. ای برادر تا بگو تو اول انمی یک زن تا بگو کنترول کو، او زن بگو از خانه تو برمده و رفته خانه پدر، رفته و از تو خفه شده، تو امیر کنترول کو، امیر اولاده تا اداره کو، ایر اداره و کنترول کرده توانستی، بعد از او باز خیال زن دیگه بکو. ایران به حال خود میگذاری، زن دیگر هم میگیری، باز عدالت هم کرده نتوانی، بگو نه تو آدم عادل نیستی، بر تو امی یک زن بگو کافی هست. بعد از نماز ویتر خواندن نماز نفل هیچ مشکل نداره، هیچ نماز نفل خوانده میشه. ای که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در یک حدیث فرموده و به این ارتباط است که اگر کس بر بالای خود مطمئن باشه که شب از خواب خیسته میتانه و تهجد خوانده میتوانه، پس ویتر خود را نخوانه، بگذاره بعد از تهجد بخوانه. اما اگر کسی سر خود باور نداره که بیدار شده میتانه نمیتانه، باز ویتر خود بخوانه. اگر بیدار شد تهجد بخوانه، نشد اونها ویترش خونه مونده، ویتر خوانده باشه. پس اگر توان داشتی نفل را بخوان، بعد از ویتر بخوان. اگر ویتر خوانی بعد از شب قیامت هم نفل خوانده میتونی، مشکل نداره. گفت سه تا خواهر هستیم، هر بار که ختم قرآن کریم میکنیم آیا بر بالای ما صدقه لازم میشه که چیز صدقه بکنیم؟ شما که همیشه ختم قرآن کریم میکنین، خداوند از شما قبول کنه و اینکه خوب شاید یادم گرفته باشین، دعا میکنیم براتون که خداوند شما را توفیق بده که به معنای قرآن کریم هم آگاه بشوین، معنایش را بفهمین تا بر او عمل بکنین. عمل که کردین بعد از او با مزایای قرآن کریم میفهمین، حالا فقط هم لفظش را شما میبینین. لفظش مثل که بلا تشبیه یک مثال اگه براتون بتوم، در یک بخار خوب نان شیرین بار کردین، خوب قرمه و گوشت و امی بوی زور از چی میشنوین، از امی اشپلاقش میشنوین، خوشتان میاد. وقتی که به داخل برین ببینین که چه خوب دیگه مقبول است، وقتی که از اون شجان کنین لذتش میبرین. این قرآن کریم داره لفظ و معنا هر دو هست، به لفظ خواندی یک پس عمل کردن به معنای زو مربوط است، تو باید به معنایش خود آگاه بسازی و عمل هم بکنی. ای که 20 مرتبه قرآن کریم ختم کنی، یک صفحه از او رو با ترجمه بخونی و عمل کنی، ثواب از او بر تو زیادتر است. ای که قرآن کریم ختم کردی، صدقه بالا کسی لازم نمیشه. اگر شکرانگی چیز شما از خود صدقه میکنین، گپ خوب است. اما هر بار که ختم میکنین، 14 سجده قرآن کریم بر شما لازم میگرده و 14 سجده را هم باید که ادا کنین.
قرآن کریم خواندنش به آواز بلند کسی که توان داشته باشه و کسی که به کسی مزاحمت صورت نگیره بخانه درست است. ای که مادرت علاقه داره و شوق داره بر تو میگه که دخترم به آواز بلند بخوان، تو به بلند قرآن کریم خوانده اگر نمیتانی، اگر روزانه یک سپاره میخوانی تو امور نیم سپارهش بخوان خب به آواز بلند تا مادرت هم بشنوه، ملک هم بشنوه، ثبت رجستر میشه. کم بخوان خو اما با مزه بخوان. و برادر گفت که طفلکش مریض بود و نظر کرده بود که من یک دانه گاو خیرات میکنم. گفتی گاوه که فروختم بالای کسی که به قیمت 70,000 افغانی میشد و آدم پول نداشت بر من مال داد. خب تو امی گاوه گفته بودی که گاوه خیرات میکنم، پول از اون گرفتی بر تو هنوز تسلیم داده نشده، مال است. امی مال نمیفهم که مال چی هست، نمیفهم که مال چی هست. آیا امی مال جای پول گرفته میتونه یا نمیتونه؟ کوشش کو امیر پول بسازی امی ماله. و یا اگر مالی بود که میتونه که مشکل یک مستحق و غریب و بیچاره مرفوع کرده بتونه، مثال همین مواد ارتزاقی باشه، باز میتونی که امیر خیرات کنی. و الا چیزی که نظر کردی امور خیرات کو. زریالی گفت که نمازهای قضایی رو چگونه باید ادا کرد؟ در جریان عمر از کسی اگر نماز قضا شده و این آدم میفهمه که از من نمازها قضا شده، در ایام جوانی، در تنبلی و در غفلت و در سستی نماز قضا شده، آل قضایی های خود چگونه بخونه؟ آل که پیش خود محاسبه کرد که 50 نماز صبح بر او، مثال 50 نماز باید که قضایی صبح بخونه. مهم نیست که اول صبح میخونه، اول پیشینش میخونه، اول دیگره یا شام خفتنه. خو هر یکی که میخوانه کوشش کنه که می حساب تخمینی که پیش خود کرد بس امو بر ذمه او لازم شد و به می اندازه بخونه، باز کم و زیاد نکنه. مهم نیست چه در شام بخوانی، چه در روز بخوانی، چه در گاه و بیگاه، هر وقت که بخوانی، فقط اوقات ممنوعه و اوقات مکروه نباشه، هر وقت می توانی بخوانی. خواهر گفت خواندن قرآن کریم به ایجی ثواب داره یا نداره؟ خواندن قرآن کریم به ایجی یک همی خود علاقه یک مسلمان به قرآن کریم است. یکی قرآن کریم یار نداره اما علاقه داره، قرآن کریم میخوانه، خب بند میخوانه، الف دو زر ان و الف دو زر ان، الف دو پیش ان، بمی قسم بم حروف ایجی میخوانه، یا الف لام زبر ال حم زر حم دال پیش دو الحم دو، درست است. خب تا زمانی که میره یاد میگیری کوشش کن که میره یاد بگی آ خواندن قرآن کریم هر درجه از او بر خود ثواب داره، ایجی به اندازه خود ثواب داره، رو خواندن به اندازه خود ثواب داره، به طریقه خوب به مهارت خواندن به اندازه خود ثواب داره، به قرائت به اندازه خود ثواب داره، بلند خواندن که مردم میشنون و گوش میگیرن به اندازه خود ثواب داره، ترجمهش، معنایش، عمل کردن، درسش، همه به اندازه خود ثواب داره. عزیزان محترم وقفه داریم، بعد از وقفه بازم میاییم به برنامه، با ما در انتظار باشید. خب عزیزان محترم خوش آمدین، باز هم تماس های شما رو میگیریم. مهربانی سلام مولای سید. و علیکم سلام. یور بخیر، ما بازم سلامت هستم از فرات قندوز مولای سید. مهربانی میشنم. ما الان چند سال پیش در قندوز داشتی در کابل نماز بخوریم، یک منزل بالا بود مولای سید، یک منزل پایان، سه منزل بود. خب منزلی ما چیم که منزلی اول مولای صاحب نماز میداد یا موازی وقت نمیدیدیم او را طریق ناستگر ما نماز میخواندیم. طریق ناستگر نماز میخواندیم، صدایش هم میشتاد یا طریق ناستگر صدایش هم نمیدیدیم، یا منزلی بالا یا منزلی پایان داریم صدای خوشتی بودیم. خب ایره ما اصلا چی رقم میشت یک ماه بیس روز ما نماز میخواندیم یا پیشین یا عصر هر وقتی بود. خب دیگه سوال نداری؟ نه سوالی من بود، ما اصلا چی رقم میشه نماز؟ منتظر باشین براتون میگم. بله مهربانی خوش آمدین. بله بله میشنوم. بله بیاد. سلام علیکم. و علیکم السلام. جان جور بخیر. بخیر باشه. مولوی صاحب من یک سوال دارم. میشنوم. سوال من اینمی است که امی شوهر ما که هر چقدر پیسه پیدا میکنه بر من میاره. خب ما می خرچ خانه کلش به دو شما است، چه کالا چه لباس کل چیز شما میگیرم. ای خو میرم که دید دکاندار یکان گرم تا بالا میکنم. آیا به ما چی نداره نقص نداره که آن شوهر من به ما پیسه میده صلاحیت کل خانه به دست اومد؟ چند ساله هستی؟ خب ما از آل خود سنم بالا هسته. خب از همی وقتی که تا یک ده سال از آرسیم شده بود برای همشیره خود میداد،
بعد از او برای ما پیسه را میده. خب منتظر باش برتون میگم. بله مهربانی خوش آمدین. سلام علیکم اولای ساز. و علیکم السلام. بخیر باش. یک سوال دارم. مشنوم. جوانی ما اگام حرام ما عزیز مردم خوردیم بی عقلی و چهالی چطور کنیم اولای ساز؟ خب. امین نماز یک سوال دیگه هم نماز تهجد از چه وقت شو بخوانیم؟ خب. درست است. بخیر باشین. بخیر باشین. بله تماس بعدی رو میگیرم. خوش آمدین. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی مولای صاحب؟ مهربانی بخیر باشین. مولای صاحب ما یک سوال داشتم. پدر ما را گرفت با یک بچه معیوب داد. خب. او هیچ کار کرده نمیتونه. در فامیل 11 نفر هستیم. او کار چیز کرده نمیتونه. زیاد اخلاقش بد است. روی بد میکنه. بار بر میگه بخی برو خانه پدرت. ما با تو پیسه پیدا کرده نمیتونم، نان داده نمیتونم. ما ایران هستم چی کنم امرای ازی؟ پدر مرا به خاطر ثواب گرو برزو داد. ما آمدیم خانه پدر ما تو یک مشوره بود که ما چی کنم امرای ازی؟ چند سال از عروسیت میشه؟ 8 ماه از عروسی میشه. در پایی به ما تابال در خانه ناورده. کار کرده نمیتونه. اخلاقشان بده. از فامیل هم 11 نفر هستن. با تو چند بار با تو امی گپی که تو رو گفته که بخی برو خانه پدرت برو امیر چی وقت برد گفته؟ بار هر وقت تکرار میکنم. میگه اگه صبح رفته نیستی شو باشه. میگم یال زنگ میزنم موتر بیاید تا ببره خانه تان. کارت ندارم. پیسه پیدا کرده نمیتونم. بعد بخی برو. ما از شرم آبرو و عزت پدرم ما ششتیم قرار پیشم و حال خانه ما آمدیم. چی نظر میتی که پس برم یا نرم؟ خب منتظر باش برتون میگم. تماس بعدی رو میگیرم. خوش آمدین. بله مهربانی. بله سلام علیکم مولایی صاحب. و علیکم السلام رحمت الله. ما چند سوال داشتم. اول از اینکه نماز قضایی صبح را 2 رکعت باید خوان یا 4 رکعت؟ از خاطر که میگن 2 رکعت سنتشون به اندازه فرضش واجبه. خب. دوم پیامایی که در فضای مجازی رد و بدل میشه میگن، یعنی این پیام اگر به 10 نفر روان کنین تمام گناهاتون بخشیده میشه. از همین بشارت ماه رجبه. خب. باز سوم درباره ای که میگن در دنیا انسان با کسی که اولین نکاح شده باشه با او در دنیا میباشه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که حضرت خدیجه یعنی اول نکاح بوده، باز چرا یعنی در دنیا همراه حضرت عایشه رضی الله هست؟ اینو کی براتون گفته؟ شنیدم. یعنی میخوایم پرسان کنم یا صحت داره یا نه. خب منتظر باش منتظر باش. خب عزیزان محترم، برادر که سوال داشت گفت که ذهن ما بسیار کند است و قرآن کریم یاد گرفتن نمیتوانم و گفت که تازه 17 ساله هستم. نه ذهن تو کند نیست. ذهن هیچ انسان کند نمی باشه. از هیچ انسان. امام شافعی رحمت الله تعالی علیه که صاحب مذهب است، ذهن از او ماشاءالله یک ذهن بود که مدی برنامه گفتن نمیتونم. خون مبارک میگه ما یک روز با استاد خود شکایت کردم که شکاوتو الى وکی عصو حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی. گفت من شکایت کردم با استاد خود که حضرت وکیع رحمت الله علیه بود. او بر ما گفت که گناه نکو گناه نکو، ذهنت روشن میشه. پس امروز ما شما میبینیم که هر یکی از ما و شما حتی به شمول ما به نوع از انواع یک گناه داریم و گناه میکنیم و گناه را انجام داده رایی هستیم و به این فکر هم هستیم که برو گناه نیست گناه نیست، و یا به این فکر هستیم این دفعه گناه میکنم باز نمیکنم، برو خیر باز نمیکنم ادامه داده میریم. این می کار است که ذهن انسان کند میسازه. وقتی که میبینه که یک انسان یک گناه کرد، هر چه عاجل توبه کنه و به تعقیبش یک عمل نیک انجام میده. اگر ادامه داده میره که ما یک مثال براتون بتم که این قلم بسیار خرد است، یک نقطه میتونه که در کاغذ سفید این نقطه بگذاره، اما اگر به می کاغذ سفید ببینی که این یک نقطه در می کاغذ مانده شد معلوم نمیشه. اگر دیگه نقطه مانیم دیگه بالاخره می زیاد میشه، قطره قطره دریا میشه. پس هیچ گناه خرد را کسی خرد نگوید، آهسته آهسته اونمو گناه زیادتر میشه. از گناه پرهیز کو یکی،
و دومی که در اکثر امی جوانی خود در ابتدای جوانی باز مرحله 15 سالگی تا 20 سالگی اینجا بعضی ها بیخی خود با دیوانگی میزنن، این همون مرحله جنون میگن، از دیوانگی ها همه بچه خود بکشن، بچه گیم و گیم پابجو و اقسام گوناگون امی ساعت ریخا و عبست تیر کردن و به جان نشستن و با خوستن امی بعضی گپای الهی که بچه ها بین خود میزنن، امی هم ذهن بسیار کند و ضعیف میسازه. کوشش کو که تقوا را در دل اختیار کو و تقوا را اونمو ختمش خود قرار بده. خداوند مهربان است و کندی ذهن تو و مشکلات تو همه مرفوع ورداشته میشه و در قرآن کریم خواندن ناامید نشو، خوانده برو، ادامه بده، ادامه بده، بالاخره یاد میگیری. عصمت الله ورور ویل چې دلته خلک دی په قندوز کې اوس خلکو ته پیسې ورکوي، بیا په وخت درمندانو کې بیا له خلکو نه غنم غواړي، اوس یو نیم سل افغانۍ په منه باندې ورکوي، هلته بیا من غنم اخلي. دا په فقه شریف کې هیر مې نه وي، هلته بیع دی عاجل په عاجل باندې یا عاجل په عاجل په دواړو طریقو باندې روا ده. اوس دی پیسې ورکوي خو غنم په وخت درمندو کې په د حاصلاتو کې ځینې غواړي، د کې کوم مشکل نسته. او دا د دوی خپل جوړښت د کای په 200 جوړښت کې یا په یو نیم سل جوړښت کې دلته جنس تغیر ده، دا پیسې دي او هغه غنم دي، د سود خبر هم پکې نسته. بیع دی عاجل ده په عاجل باندې، اوس پیسې اخلي غنم په درمندانه کې ورکوي، دا ډیر جای کې مروجه ده. خو هر گفت که پدرش موتر داره و دریور است، محترم از مردم است و سودا به خانه میاره، آیا اجازه داره یا نداره؟ کاش که تو همین سوال از پدر خود میکردی که پدر جان، این موتره که تو دریوری میکنی از کی هست؟ میگه که از فلانه شخص. بر تو روزانه چقدر باید پول بده؟ تو بر زو روزانه چقدر پول بده؟ و این جنسی که خرید میکنی آیا از اون پولی که حق تو از اون میاری یا اضافه از اون میاری؟ اگر از اون پولی که حق از اون میاره خو حلال است. اگر اون پولی که برزی گفته که تو روزانه 500 افغانی بردار، این 500 نقد میاره و اضافه هم سودا میاره، باز جواز نداره، به خاطر که حق قضیه مو 500 افغانی سمی پرسان است پدر خود بکویم شب. خب برادر سوال داشت از قندوز، گفت چند پیش در کابل بودیم و در مسجد پلخشتی در منزل بالا نماز میخواندیم، خو امام نمیدیدیم و در پشت لاسپیکر ما نماز میخواندیم. مسجد پلخشتی را خو شما هم دیدین که مسجد جامع پلخشتی امی چتش باز است، بسته نیست، اگر منزل دو و سه هم است و منزل دوش او چت ازو باز است. وقتی کسی که در مقابل کتاره باشه پایین امام هم دیده میتانه و مقتدیار هم دیده میتانه، پس اون نفر که در صف پیش از تو استاد بود و هم امام دیده میتانست هم مقتدیر دیده میتانست، پس تو به تعقیب ازو سلسله به سلسله زنجیره وار استاد بودی. به می طریق اگر استاد بودی خو نماز تو درست است. کوشش کنین که اون مساجدی که چتش باز است شما در می پشت پنجره استاد شوین، در اونجا باز مهم نیست که تو خام خدا مصف اول استاد شوی، چون که امام دیده نمیتونی، حالت امام بر تو مخفی میمانه. اگر تعداد مردم زیاد بود و تراکم مردم زیاد بود و مردم از حالت امام باز آگاه بودن و میتوانستن، مشکل نیست. اما مشکل در اینجاست که حالت امام بر مقتدی پوت نمانه. مقتدی باید بفهمه که امام در رکوع رفت، در سجده رفت، سهو کرد یا نکرد، در قیام است یا در قعده هست، این را باید که مقتدی بدانه. اگر دانسته تا میتوانست باز مشکل نیست. خب خواهر گفت که شوهرش همه پول را به او تسلیم میکنه و او از بازار سودا میاره و در دکانداری و سودا و معامله و بیع قرار کل خودش میکرد و حتی گفته که از اون ابتدای عروسی استدای جوانی هم امی پول همه به خواهرش میداد، باز به ما میداد و ام خرج خانه رو کل نمی آورم. شریعت اسلام حکم میکنه که برای زن برآمدن از خانه بدون ضرورت جواز نداره. اگر شوهر تو دریور است و یا مسافر است، از اونجا پول روان میکنه که خرج خانه رو تو آورده بیار. اگر کدام مردینه دیگر باشه در خانه و اینمی کار او انجام داده میتانه، بر تو جواز نداره. اگر دیدی که دیگه مرد در خانه نیست و امی کار کسی انجام داده نمیتانه، تنها خودت باید بری، در او صورت باید امی زن از خانه که میبرایه با لباس فیشنی و آرایشی نبرایه، با بوتای تق تقی نبرایه، ساجق ددانش نباش که تق و تق بکنه و آرایش کردن نبرایه، لباس مقبول نپوشه، لباس بسیار عاجزانه بپوشه، دستکاول مقبول در بغل نگیره، خلطه بسیار ضعیف، خلطه سودا با خود داشته باشه، فقط بره و دکاندار سودا بگیره و با دکاندار با مردم روبرو سیل نکنه، گپ بسیار نگوید، چنه نگوید که ولد چنه زدن سنت است، کی گفته که سنت است؟
خود نرخ معلوم کو مردم از خود میگن که چند هزار سنت است. نه با مو جنسی که میخری علم حاصل کردن سنت است که براسی هم همی جنسی که بر تو بای کرده بده افغانی میارزه یا نمیارزه. بعض مردم از خود میگه چند هزار سنت است. نه ولا نمیشه، نه با فاین به باز دانه جنگ و پینگ میکنه کم بالا پایین میکنه. این کارار نکنین، سودا بگیرین، نه دکاندار آزار بتین، نه خود آزار بتین. در اون صورت اگر زنا با معزت و متانت و وقار سودا بگیر و برو بیای باز گناهی نیست. خب خواهری که سوال کرد گفت که در جوانی غیبت کردیم و دروغ گفتیم و تهمت کردیم و حرام خوردیم و حقوق مردم خوردیم، آلو چی کنم؟ دو گپ است. اگر حقوق مردم خوردی، مردم پیدا کو پس حقش ادا کو. ادا کرده نمیتونی، بخشش طلب کو ازش. اگر مردم فوت کرده یعنی هیچ پیدا نمیشه. توبه کو به خدا، به خداوند حق و فلانه آدم ما خورده بودم، آلو نیست. خداوند مرا ببخش و این نمی چیزی که نمی قلم ما ازو گرفته بودم، این قلم به یک مسکین میتوم توی قلم باز به او برسان. یادونه خودت بخوری. قلم بگو بایی برسان. مثال گفتم حقوق مردم اعاده کو، هر چی که کردی اگر حقوق خدا را تلف کردی توبه کن. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، همیشه توبه کن. خداوند مهربان است و قبول میکنه. و وقت تهجد، در ایام تهجدی که میخوانی تا وقتی که ما وقت سحری باقی هست تهجد خوانده میتانی، در ایام تا ساعت 5:20 براتان میگم تا ساعت 5:20 میتونی که تهجد بخوانی، بعد از او جواز نداره. خواسته است این روزا هم کم میآید، هر روز به خود باز فرق داره. خب عزیزان محترم، وقفه داریم، بعد از وقفه بازم در برنامه هستیم، شما هم با ما در انتظار باشید. خب عزیزان محترم، بازم خوش آمدین، برنامه فلاح هست و تماسای شما رو میگیریم. بله مهربانی. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. ملاقات یک سوال داشتم. بگو میشنوم. ما یک علی رو یک لگ افغانی گراو گرفتیم، اگر بکرا بتیم میگن سود میشه، اگر شما یکان چیز بگوین که ما بفایل نباریم. خب درست است. بله مهربانی خوش آمدین. بخیر علی هر کلا راسی مزمنده واسم مولوی صاحب دیران امزان در طوالی دی لرکی میده چی در چلور زمان پسی اختای را کرده نمی دنیا ایسای دی چی دا پیدا سه دی اکسرا مریض دا دی ویدانم که تازی نده دا خوی و پختن بلا پختن می میرین یه وقت دی ایرانی سر کار کوا اگه ایرانی دیر بد چلت سره و نول پرمادی مینه تلاکش که بلا ورس کار ورتا کم بیا هم کار بیا وراله هغه نفر چې کار وکړي مجبور و بیا وراله غوښتل مې چې د دې جواب هم پوښتنه را ته دا خبره دې خاوند کړې وه هو خاوند مې کړې وه که بل وخت زه دغه ایراني ته کار وکړم پر ما دې مینه طلاقه شي پر هغه طلاق بیا وراله هغه نفر چې کار وکړي سامه د زیر ته وایم بله پوښتنه مې همدا ده چې خسر مې ټوله شپه عبادتونه کوي ټوله شپه مونځونه کوي نو دوې دانې لورګانې لري یوه د 15 کال دی یوه د 14 کال ده نو مامانې کېږي خسر مې هم کېږي زه ورته اندانجوړې زما کور ته پرېږده وایي دا د ښځې تا ګناه لري چې ولاړ شې زه ټوله شپه مونځونه کوم ما ته ګناه ده چې خپل لورې ستا کور ته پرېږدم دا خپل لورګانې نه پرېږدي چې د ورور کور ته راشي سمه ده درته وایم بله مهربانی بله اړیکه اخلو بله بله سر خوب هستین بخیر هستین سلامت باشین مولوی صاحب یک دو سوال داشته باشین مشنوم امی سرا که مریض میشه صدای تلویزیون تا کم کو صدای تلویزیون تا کم کو امی قضایی نماز خدا بخوانن یا نه باز شده قبالی سر مریض نمازای قضایی را؟ بله بله منتظر باشین سوال بعدی مهربانی خوش آمدین سلام برسه جناب مولوی و علیکم السلام بخیر است انشاءالله خیرتی مهربانی بخیر باشین مولوی صاحب ما یک سوال داشتم بگو میشنوم مولوی صاحب ما تقریبا 25 سال شده از پدر دور هستم خب در کجا دور هستی؟ بله در کجا هستی؟ دمی افغانستان از پدرم جدا این کشید خسانه فرارم داد که برو دیگه مادرم مرد
ما پدر به خاطر می که ما امروز کنم چیزی ندارم. خب دیگه پدر بسیار امروز بچهای دیگه بسیار خوبی میکنه از خانم دیگهش. باز ما بسیار کتما خوب کار صحیح نمیکنه دیگه، برای حقوق ما را دیگه به اصطلاح زیر پای کده چار قدره که مردم برش میگه دیگه گپ ما را قبول نمیکنه. یکی سوال ما است که چی حکم داره، یکی دیگه که همین خانم خدا بی بی صدا میکنه، ای کدام علت داره نداره؟ خب یعنی دل چه صدا باید بکنه؟ ای همین نمیفهمم، خانم خدا کسی تو روات داره بی بی بگویه؟ خب براتون میگم. خب مهربانی خوش آمدین. بله بله بله. سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام. بگو نی مولوی صاحب، یک سوال داشتم. بگو بگو، وقت ضایع نکو، بگو مولوی صاحب. چی تا نو همین شوهر ما میگه دیگه یک پنج تا اولاد دارم، مگه دیگه اولاد به دنیا نبیارم، دیگه دوا بخوری یا مثلا یک کار دیگه بند کنی، کدام گناهی خونه داره؟ خب منتظر باش. خواهر گفت که پدرش او را به یک شخص معیوب داده به خاطر ثواب. اون نیتی که پدر تو داشت نیت ثواب بود، خداوند او را ثواب به اندازه بدهد. تو هم که قبول کردی رفتی تا این شخص معیوب خانهش را آباد کنی، تو را هم خداوند ثواب به اندازه بدهد. ثواب هر عمل مربوط به نیت اوست، نیت هر دویتون خیر بود. اما حالی که رفتی با او عروسی کردی، دیدی که 11 نفر اعضای فامیل هستن و این آدم معیوب است، نه کسب میکنه و نه کار میکنه و نه خرچ خانه میره و آورده نمیتونه. در این مورد ما یک چیز برتون میگم که همین مرض و یا همین معیوبیت یا معلولیت از طرف خداوند است. این کل قبول داریم، اما بی‌غیرتی از طرف خدا نیست. آدم چرا بی‌غیرت و بی‌همت شوه؟ بی غیرتی و بی همتی نکنه یک کس که اولا پای ندارم دیگه، بی غیرت شو، بی همت شو، یا دست نداره. کار بسیار بد است که یک آدم بی غیرتی و بی همتی بکنه. هر کس یک عیب داره، یک علت داره، اما بی غیرت و بی همت نیست، کس میکنه، کار میکنه، خانه رو میچلانه. خب او به او تقدیر آله که تو را گفته که بخی برو خانه پدرت و ما کارت ندارم، اینمی کلمه کلمه طلاق است. گفته که چند بار گفته؟ پس این کلمه را که گفته بر توی کلمه طلاق است، طلاق صورت گرفته، شما دیگه بین خود زن شوهر نیستین، عدت تو که تکمیل شد، بعد از تو آزاد استی. اما اگر باز هم خواستی که نه، میرم امو خانه امو معیوب و آباد میکنم، یا صبر میکنم، یا حوصله میکنم، خدا مهربان شد که او هدایت طلب شوه و یا کدام راه دیگر باز شوه. باز در اون صورت تو میتوانی که به توسط نکاح جدید پس با او خانم شوی و الا نمیتوانی. خواهر گفت که نماز قضایی صبح چگونه خوانده شود؟ نماز صبح اگر از کدام کس قضا شد و ایر پس قضایی میخوانه، سنت هم بخوانه، فرض هم بخوانه تا 12 بجره. بعد از او اگر میخوان تنام و فرض بالش لازم است. خو اما اتونه که همیشه از کس نماز قضا شد قضایی خوانده بره، قضا شد قضایی خوانده بره، نه 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 نه، اتو کار نکنین که قضا شد و قضا بخوان، نه. امی نمازی که از تو ترک شد، خو یک فرضی که وقت است، امی وقت از دست دادی، یک فرض از پیشت رفت، جواب ازیر چگونه میگی؟ تو خود نماز پس اونه به قضای ادا کردی، اما وقتی که از پیشت رفت جواب ازیر چی میگی؟ گناه یک بار، دو بار، سه بار، آخر خود نمیشه که همیشه تو قضا کنی. و در تلفن که پیام میگی، پیام به ده نفر روان کن تا ثواب ببینی. ببین که همون پیام اگر کار ثواب بود، که درود بود، خواندن درود بود، آیت قرآن کریم بود، دعا بود، روان کن. اگر بعضی مردم این که اگر روان نکردی خانه چپ میشه و تو رو جن میزنه، تو رو بلا میزنه، تو در غضب خدا گرفتار میشی، او گپا غلط است، ناق مردم تشویش و وسوسه میندازن، او گپا پیام بخی پاک و با کسی دیگه روان نکو. بعضی باز عجیب مردم است، با ما هم روان میکنن. خدا نه هدایت کنه همرا. خب گفت که در آن زمان در جنت زنها با کدام شوهر میباشن؟ در این دنیا زن و شوهر بیگانه توسط نکاح اینها محرم میشوند. یکی از اینا که فوت کرد نکاح قطع شد و بیگانه شدند. در آخرت اختیار دار که با هر کسی میباشه. این که در آخرت تو در مورد پیامبر خدا و در مورد بیبی خدیجه و بیبی عایشه گفتی، نمیفهم که تو گپ از کی شنیدی. در آخرت زن با هر شوهری که خوش بود با همو بوده میتونه. اگر یک زن دو تا سه تا شوهر داشت در دنیا،
یکی پی دیگه فوت کرده یا طلاق کرده بود، در دنیا اختیارش است، چون که در نکاح هیچ کسی نمیمونه، در دنیا اختیارش است، با هر کسی خوش بود زندگی میکنه. پس امهات المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله عنها، بی عایشه صدیقه و دیگر امهات المؤمنین همه در او دنیا با پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهند بود، حتی بی بی مریم و بی بی آسیه هم در نکاح پیامبر خدا خواهند بودند. گفت خانه گروی داریم، به کرایه دادن چگونه هست؟ گرفتن خانه به گرو و باز استفاده کردن از او، این سود است. باز او را به کرایه دادن پول گرفتی، یه هم سود است. اگر کسی بسیار مجبور است که خانه به گرو بگیره، با بیع الوفا میتونه که خانه را بگیره و بیع الوفا بکنه، اما گرو اگر میگیره باز استفاده از او جواز نداره. اگر خور ویله و دلرکی نمی دنیایی خیده، دنیا یعنی طول نرهی خلیقه، وقتی چه پیدا سویده ترس پر مرزون لره، اون تخبل خپیگه چه با دنیا که چه مرغمونه دی، در چه غمونه طول پر دنیا که دی. نوست وست دیم دلور بختوار از لطرس زنده پاته ده، تخبل پخبل لاز ده طول نرهی غمونه پیغه بندی که دی. کم کده غمونه جینه کم که در دنیا نم جینه کم که دوم را قرش نم دیور بندی خی خود به مریض وی یا که گلاله خیسته وڑا که این نمور بندی که چه زور ولری دنیا نم بیا پچاما یک دی وینه دوم را غمونه دیور ورپشا کری دی. وی خوان میده چه سره کار کهو که خوند نور که بیا ویل پا ما دی مینه طلاقی وی که بیا دیس ریز از کارو کن بیا ورغی کلت بیا ورغ خو مینه ور بندی طلاق سو نده بیا چنگ کار ده خو مینه رو باندې طلاق سو د ورغه کاری وک خو دلته خبره پدې کده چې طلاق یو ځل ویل کې دوه کدرې کې یو ځل ویل وی خو یو ور مینه رو باندې طلاق سو کله چې ور باندې طلاق سو پر وجو باندې برته د مینه ورته ورګرځي ضرورت نوی نکات نه لري مخکله د نتی عده تکمیل بیګا چې کور ته برته راغل خپل مینه سره ناستو دغه وجوده خو یو ور باندې طلاق سو د په دوسیه کور ته ویل کله چې یو طلاق کو بل ور بیا د خبره وکړه بیا دوه سو کې بل ور بیا د کار وک بیا درې سو خو یو طلاق سو و خسر می ټول شپه عبادت تم کړي ډیر خسر دی سم سره دی وړي لونی لري یو څور لس کنه نه بل لس څو پنځل ز کڅو ده زورت تم ما کور ته را پری ده خسر می خو می د استا خوند ده غ زوی کیږي هم تاویل چې ما ماما کیږي و دې ما کور ته نه پری دی نو دا قط سلی رحمی ده چون کې د خپل ورور کور ته ولی نه پری دی کړه تا په کور کې نور څه مشکل نه وي نور بیگانه و نارینه نه محرم څوک نه وي بیا د قطع صله رحمي نه کیده تا کور ته در پریږدي دا ما خبره ورته وکړه. برادر گفت که مریض نمازهای قضایی خود چگونه ادا کنه؟ خب مریض دو گونه مریض است، مریض مردانه گفتی نه مریض زنانه. مریض زنانه هم در کل شامل یک حکم است، غیر یک مریض ماهوار او استثناء است. هر مریضی که نمازهایش قضا شد بعد از او که صحت یاب شد نمازهای قضایی خود همه را میخوانه، تنها فرائض بر او لازم است. اگر سنت هم توان داشت خواند ثواب دار، نتوانست نه هیچ گپی نیست. اما اگر در می حالت مرضی که هرگز نماز خوانده نتوانست، اما مریض کدام مریض؟ او مریضی که حتی به اشاره سر نمیتونه نماز بخونه، یعنی تا اشاره سر باید که مریض نماز خود بخونه، اما اگر سرم شور داده نمیتونه باز او مریض نماز از خود نمیخونه، میگذاره که صحت یاب شد میخونه. اگر هرگز صحت یاب نشد به می حالت فوت کرد با زمین نمازهای قضایی بر او لازم نیست و فدیه هم ندارد. برادر گفت که 25 سال است از پدر جدا هست و پدرش دیگه زن گرفته و دیگه اولادا داره، به حقوق او رسیدگی میکنه و به حقوق ازی رسیدگی نمیکنه. خب در این مورد که پدر ترک عدالت میکنه در نزد خداوند و در نزد شما در همه نزد همه مؤاخذه است، اما بعد از وفات تو میتونی که حق خود را با اندازه‌ای که شریعت بر تو تعیین کرده حق خود را از او بگیری. گفت خانم خود کسی که بیبی صدا کنه هیچ گپی نیست، خب بیبی یک نام احترام است، او بیبی جان بیا هیچ گپی نیست، احترام است گپی نیست. گفت شوهرم میگوید که در بین اولادا وقفه بیار، وقفه آوردن در بین اولادا به طور موقت مشکل نداره، به طور دوام ای باز ناروا هست. دعا میکنیم که الله تعالی همه ما شما را توفیق تقوا و پرهیزگاری عطا کند، همه ما شما را خداوند متعال برای خیر برابر کند. اهدنا صراط المستقیم، ای که در نماز میخوانیم امید دعا را ما میشه بکنین که اللهم اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، امین یا رب العالمین.